آیا نمی‌دانید که شما هیکلهای خدا هستید؟ خود پولس رسول اشاره می‌کرد که شرط نجات ایمان هست بیایید امروز خودمون رو در دستهای خداوند قرار بدیم مثل اون گل بگیم ای خداوند تو خالق من هستی این محبت هست که ما رو میشکنه این محبت هست که ما رو به توبه میکشه دوستان عزیز و خوبم برادران خواهران گرامی در خداوند ما عیسی مسیح سلام و درود بر شما فیض و سلامتی خداوند ما عیسی مسیح با شما باد و بی خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه دیگر از سری دروس و این مجموعه پژوهش ها و تفسیری بر تعالیم دشوار پولس رسول هرچه بیشتر پیش میریم ظاهرا مشکلات و دشواری های بیشتری رو باهاش روبرو هستیم یکی از دشوارترین مسائلی رو که امروز با هم راجبش صحبت خواهیم کرد مسئله بسیار جنجال برانگیز هست گاهی اوقات بسیار سوء تفاهم در او دیده شده گاهی اوقات تعلیم به صورت سطحی داده شده خیلی شتاب زده در این قسمت صحبت شده گاهی اوقات وقتی این قسمت رو خوندیم ازش گذشتیم وقتی خوندیم ترسیدیم وقتی خوندیم یک مقدار گیج شدیم بحثی رو که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد در رساله به قرنتیان هست باب پنجم که پولس رسول در اونجا به کلیسا یک نصیحتی میده به کلیسا یک به قول معروف اختیاری میده که شخصی رو به شیطان بسپارن بحث امروز ما در این مورد هست که سپردن به شیطان به چه معنی هست؟ آیا کلیسا مردم رو به شیطان میسپاره؟ <laughs> آیا مسیحیان و خادمین این جرأت رو دارن و این روش رو به کار میبرند که مردم رو تهدید بکنند که ما شما رو به شیطان میسپاریم آیا اصولا مسیحیان و خادمین با شیطان بدبستون دارند با هم یک قراردادی دارند که هر کسی رو بخوان میفرستند به اون طرف این موضوع چه هست و چطور میشه به این مسئله نگاه کرد البته یکی از مسائل بسیار حساسی هست که گفتم زیاد راجبش گاهی اوقات بحث نمیشه یا اگر میشه یه مقدار شتاب زده هست من برای من به این منظور یک آیه رو خدمت شما قرائت خواهم کرد و بعد دنبال خواهیم کرد بحث خودم رو در رساله پولس رسول در باب پنجم آیه اجازه بدید یه چند آیه از همون اول رو خدمتون قرائت کنم پولس رسول میفرماید که فی الحقیقت شنیده می شود که در میان شما زنا پیدا شده است و چون زنایی که در میان امتها هم در میان مردم غیر مسیحی در میان مردمی که از ملت‌های دیگه زیاد مسیر را نمیشناسند در میان اونها هم همچین خبری را نشنیدیم که شخصی یک نفر که به کلیسا میاد زن پدر خود را داشته است و شما فخر میکنید بلکه ماتم هم ندارید چنانکه باید تا آن کسی را که این عمل را کرد از میان شما بیرون شود توصیه میکنه کسی رو که همچین کاری رو کرده و با زن پدر خودش روابط نامشروعی رو داشته یا به گونه دیگه که البته صحبت خواهیم کرد دقیقا مشخص نیست اما یک رابطه ای که شایسته در رو باید چنین شخص بیرون بشه زیرا که من هرچند در جسم قایبم یعنی پیش شما نیستم اما در روح حاضرم و الان چون حاضر حکم کردم در حق این کسی که این را چنین کرده است به نام خداوند ما عیسی مسیح هنگامی که شما با روح من با قوت خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید که چنین شخص به شیطان سپرده شود به جهت هلاکت جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد فخر شما نیکو نیست آیا آگاه نیستید که اندک خمیرمایه تمام خمیر را مخمر می سازد، پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید تا نان تازه باشید چنانکه بی خمیرمایه هستید زیرا که فصح ما مسیح در راه ما زیب شده است پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت بلکه به فطیر ساده دلی و راستی در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاشرت نکنید این کلمه آخر یک مقدار به ما اون بینش رو میده یک به قول معروف به ما یک هدایت لازم رو میده که منظور از این قسمت چه هست کار من این رو مشخص کنم که کار مسیحیان این نیست که مردم رو به شیطان دست شیطان بسپارن ما با شیطان هیچ کاری نداریم ما اگر بخوایم کسی رو به دست کسی بسپاریم ما کسی رو به دست خداوند میسپاریم در کلام خدا به ما حکم شده که اگر میخواهیم انتقامی بگیریم اگر میخواهیم یک رابطه خودمون رو با کسی تصویه کنیم اون انتقام رو به خدا بسپاریم شخص رو به دست خدا بسپاریم ما وقتی که میخوایم برای کسی واقعا یه کاری رو بکنیم براش دعا میکنیم اون شخص رو به دست خدا میسپاریم کار کلیسا کار خادم کار رهبران مسیحی کار شبانان این نیست که ما با شیطان بده بستون داشته باشیم کار ما این نیست که مردم رو به دست شیطان بدیم اگر این قسمت و این آیات و این بخش رو با یک دیدگاه تحت لفظی بخوانیم در این صورت ما واقعا متوجه اشتباهات خواهیم شد و سو تفاهمات بسیاری در این زمینه خواهد آمد من این رو میخوام کاملا مشخص کنم که در هیچ کلیسای خداوند در هیچ کلیسایی که بنیاد راستی و بر اساس کلام خدا هست ما با شیطان کاری نداریم کار شیطان با خداوند هست کار ما با خود خداوند هست کار ما با یکدیگر هست کار ما با مسیحیان هست و ما کارمون بنا کردن هست به قول معروف ما برای وصل کردن آمده ایم نه برای فصل کردن پیغام کلیزا مجده انجیل هست مجده حلاکت نیست ما خبر از حلاکت و خرابی و کشتن و زرر و اذیت کردن و صدم زدن نداریم کار ما در مورد حیات بخشیدن قوت بخشیدن بنا کردن تشویق کردن و شفا هست به همین منظور من یک اشاره خواهیم کرد که منظور ما در این قسمت ها چی است البته یک موضوع رو که البته خدمتون عرض کردم و قرارت هم کردیم که شخصی در کلیسای قرنتوس پیدا شده بود که با زن پدر خودش البته نه مادرش به این معنی که ظاهرا پدر ایشون یک همسر دومی داشتن که مادر این شخص نبود ولی به طریقی روابطی وجود داشت بین این شخص و زن پدر که البته ما خبر نداریم این پدر مرده بود که این شخص با زن پدر خودش بود یا آیا پدر زنده بود ما روابط رو نمیدانیم اما میدانیم که این شخص عضو کلیسا بود این شخص به کلیسا می این شخص دوست کلیسا بود دوستان کلیسایی داشت و همه هم از این داستان خبر داشتند مسئله پنهانی نبود یک مسئله عمومی بود همه در موردش صحبت میکردن و نه فقط صحبت میکردن ولی افتخار هم میکردن همه فکر میکردن چه زوج خوبی چه اتفاق خوبی میفته و پولس رسول در اینجا دو تا مشکل رو مطرح میکنه مشکل اولیه این است که یک گناهی در کلیسا هست و مشکل دوم اینه که نسبت به این گناه هیچ اقدامی در انجام نمیشه و کلیسا یک فرهنگ یک فلسفه جدیدی درش وارد شده و فلسفه جدیدی که در کلیسا وارد شده اینه که اینها به مسائل گناه هایی مثل زنا اصلا افتخار هم میکنن و این متاسفانه همونطور که در جلسه قبل هم بهش اشاره کردم کلیسا در بطن یک جامعه وجود داشت که جامعه یونانی بدن رو یک چیز ناپاک، بدن رو یک چیز بی ارزش حساب می‌می‌دونستند و هر کاری رو که با بدن خودشون انجام میدادن فکر میکردن ارزش نداره مثلا اونا فکر میکردن که دعا یک چیز روحانی هست چرا که در دعا یک عمل روحانی انجام میشه ولی اگر شما با بدن خودت هر کاری دلت میخواد بکنی بدن خودت رو اذیت بکنی بدن خود آزاری داشته باشی و یا زنا بکنی اینها فکر میکردن که این جنبه بدنی داره و با خدا هیچ کار نداره خدا با بدن ما کاری نداره این طرز تفکر در کلیسای اولیه در شهر قرنتوس وجود داشت پولس رسول بیشتر از اینکه نگران باشه یک گناه اخلاقی داره در کلیسا اتفاق میفته بیشتر نگران این بود که دیدگاه مسیحیان اولیه نسبت به بدن نسبت به رابطه بدن و روح داره اشتباه میره داره یک فلسفه غیر الهی در کلیسا وارد میشه مردم دارن فکر میکنن مسائل جسمانی اون کاری رو که تو خونه و این ورانور میکنی جای خودش وقتی که تو کلیسا میایم سرود میخونیم سرود روحانی هست دعا روحانی هست روزه روحانی هست اما چیزای دیگه اه، زیاد اهمیت نداره این خطر بزرگی بود که پولس رسول رو نگران کرد و این قسمت رو نوشت و دو چیز رو مشخص میکنه یکی این رو مشخص میکنه که هر چیزی که در بدن اتفاق میفته با روح ارتباط مستقیم داره و این عملی که این شخص انجام داده مشخصا میگه که گناه هست و میگه شما نه فقط از این مسئله ماتم نمیگیرید که باید ماتم بگیرید میدونید در کتاب مقدس چه در عهد جدید چه در عهد قدیم عتیق ماتم نشانه توبه هست وقتی که شخص گناه میکرد با ماتم با گریه با زاری با نشستن در خاکستر نشان میداد پشیمانی خودش رو نشان میداد عوض شدن دیدگاه خودش رو پولس رسول میگه شما در شما ماتم نمیبینم در شما روحیه توبه و در شما روحیه پشیمانی نمیبینم و این مسئله خیلی بد بود اشاره میکنه که اولا گناه هست و دوم این هست که شما باید نسبت به این گناه یک کاری را انجام بدید خب این خیلی مهم هست شاید برای ما الان فکر نکنیم اون فلسفه یونانی در دوران ما در کشور ما در کلیسای ما یک مسئله هست ولی به پاکی باید اهمیت بدیم و پاکی و قداست در کلیسا اهمیت و زندگی شخصی اهمیت داره چرا؟ چون خداوند قدوس است و خداوند از ما انتظار داره که ما زندگی مقدسی رو داشته باشیم پس تا اینجا برای ما مشخص هست که دلیل نوشته شدن این آیات و این باب چه هست که گناه شخص مشخص بشه و در این حال اشتباه کلیسا چه هست و توبیخ بشه کلیسا برای این کار و راه حل این مشکل چه هست ما یک تنفس کوتاهی رو خواهیم داشت و بعد در بخش دوم این برنامه به این نگاه خواهیم کرد که پولش چه راه حلی برای حل این مشکل ارائه میده و ما چطور باید از این یاد بگیریم و معنی سپرده شدن به شیطان چه هست پس با ما باشید بعد از تنفس کوتاه مجددا در خدمت شما خواهم بود سلام مجدد خدمت شما عزیزان هستیم در بخش دوم برنامه تحت عنوان سپردن شخص به شیطان و در بخش اول اشاره کردیم به اینکه مسیحیان و کلیسا با شیطان ما کاری نداریم بحث این کاملا جدا هست اشاره کردیم به اینکه در کلیسای قرنتوس گناهی وجود داشت و شخصی با زن پدر خودشون یک روابط نادرست و ناپاکی رو داشتن و کلیسای اولیه نسبت به این مسئله بی تفاوت بود کلیسای اولیه منظورم کلیسای شهر قرنتوز در این شهر بود و علت اصلی به خاطر این نبود که اونها درک روحانی و یا اونها هم همه میخواستن این گناه باشه ولی نفوذ فلسفه یونان نفوذ این فلسفه که جدایی بدن از روح رو صحبت میکرد که بعدها پولس رسول در بخشی میفرمایند که هر گناهی که به بدن میکنیم در بدن ما میمونه و به روح ما تأثیر داره گفتیم که بیشتر نگرانی پولس رسول فقط به یک جنبه اخلاقی و انضباطی کلیسا نبود بلکه به یک تفکر کلیسا که نسبت به گناه بی تفاوت و نسبت به گناه در دیدگاه غلطی بود و فکر میکرد که این گناه نیست گفتیم که پولس رسول مشخص میکنه که گناه چه هست و بعد توبیخ میکنه کلیسا رو رهبران کلیسا رو اعضای کلیسا رو که اجازه دادن این گناه ادامه پیدا بکنه و از اونها میخواد که ماتم داشته باشن و فخر نکنن و روحیه توبه داشته باشن و در نهایت کلیسا رو نصیحت میکنه و کلیسا رو حکم میکنه در واقع بیشتر از نصیحت هست یه حکم میکنه که چنین شخصی رو به شیطان بسپارند و در بخش دوم برنامه به این صحبت خواهیم کرد که منظور از سپردن به شیطان چه هست البته در آخر آیاتی که به شما خواندم من یک مقدار زودتر جواب رو بدم ولی منظور این هستش که پولس رسول میفرمایند با چنین شخصی معاشرت نکنید من این آیه رو خواهم خواند برای شما که در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاشرت نکنید خب همونطور که در بخش اول گفتم سپردش سپردن شخص به شیطان گاهی اوقات خیلی سطحی به کار برده شده به وسیله بعضی از خادمین به وسیله بعضی از ایمانداران وقتی که شخصی در کلیسا بی میکنه گفته میشه که ما شما رو به شیطان میسپاریم تا بدن شما حلاک بشه و شما روحتون نجات پیدا کنه معمولا برداشت این هست که شیطان به شیطان سپردن این هستش که شخص بمیره شخص زودتر بمیره زودتر از موعد مقرر خودش به دستای شیطان سپرده بشه و شیطان جان این شخص رو بگیره که بیشتر از این خراب نکنه بیشتر از این در گناه خودش به پیش نره و روح او نجات پیدا کنه اما جسم او هلاک بشه بعضی ها این برداشت رو دارن این برداشت رو تعلیم میدن اما در اینجا یک مقدار موضوع عمیقتر هست به این علت که اگر واقعا منظور پولس رسول از این بود که چنین شخصی رو به شیطان بسپاریم که جانش گرفته بشه و جسم او هلاک بشه که روحش آزاد بشه واقعا من به شما بگم اگر کلیسا این دعا رو میکرد جسم اون شخص گرفته میشد در کلیسای اولیه دو نفر بودن به عنوان هنانیا و سفیره که اینها نسبت به خداوند گناه کردن در کلیسا و همونجا جا به جا مردند اما چرا این شخص بعد از اینکه پولس رسول حکم میکنه و کلیسا اگر واقعا این شخص رو جسم این شخص رو به شیطان می که کشته بشه و روحش آزاد بشه اما میبینیم این شخص نمیمیره آیا اون اختیار کلیسا آیا دعاهای کلیسا یه خورده کمرنگ شده که این شخص نمرد آیا نمیشه که ما نام خداوند رو به کار ببریم بعد نتیجه نگیریم؟ آیا میشد پولس رسول در قیاب و اعضا و رهبران کلیسا در زمان حاضر دعا کنن که ای, ای, شیطان جان این شخص رو بگیر و بعد این شیطان جان شخص رو نگیره عیسی مسیح فرمود من آمدم تا ایشان حیات یابند و آنها زیادتر یابند اما دوز میآید که بدوزد بکشد و حلا کند اگر واقعا هدف از بین بردن جسم این شخص بود شیطان معطل نمی کرد شیطان معطل نمی کرد و جان این شخص رو می گرفت ولی در رساله بعدی در رساله به دوم قرنتیان پولس رسول به کلیسا می گوید که چنین شخصی که این گناه رو کرده بود و کلیسا این شخص رو از خودش بیرون کرد از معاشرت با او دست کشید به حکم پولس رسول می بینیم که این شخص وقتی که از کلیسا بیرون کرده شد اخراج شد از مشارکت شیرین و مصاحبت مسیحی و از اون برکت حضور روح القدس در کلیسای خداوند محروم شد میبینیم که این شخص توبه کرد و پولس رسول در دوم قرنتیان میگه که خب این شخص توبه کرد تا حالا شما اون رو تنبیه کردید مسائل انضباطی انجام شد ولی حالا که توبه کرده دوباره دعوتش کنید در میان خودتون و دوباره اون رو بپذیرید مثل یک برادر در میان خودتون پس میبینیم شخص اولا نمرد و مجددا به کلیسا برگشت پس این تعلیم که گاهی اوقات داده میشه فلانی رو به شیطان بسپاریم که جانش گرفته بشه این یک تعلیم شتاب زده هست مواظب باشید خیلی ها این رو به کار میبرند یک مقدار سطحی هست و معنی اصلی متن رو اما معنی اصلی متن اون تفسیر تعویلی و الهیات تعویلی ما از چه سخن میگه پولس رسول در بیان و تشریح این موضوع از کلیسا به عنوان یک فتیر به عنوان یک عید به عنوان یک فصح صحبت میکنه که وقتی که کلیسا با هم جمع میشه با هم یک سلبریشن دارن یک جشن دارن که هدف این جشن و مرکز این جشن خود عیسی مسیح هست که فصح ماز اون قربانی ما هست فصح عید یهودیان بود در عهد عتیق که یادآور اون آزادی قوم اسرائیل از زمین مصر بود که در شبی که از مصر خارج شدن این اید رو نگاه داشتن که عید نجات و بود و هر سال این عید رو نگاه می و در این عید سرود می در این عید اون بره رو با هم میل می به یاد اون روزهای مقدس پولس رسول می که کلیسا فصح خودش رو که عیسای مسیح را باید جشن میگیره وقتی که با هم جشن میاین نان فطیری بود نانی بود که در او خمیر مایه به کار برده نمیشد میدونید خمیر مایه چیزی هست که وقتی در خمیر قرار میدن اون خمیر رو زیاد میکنه و پولس رسول اشاره میکنه که گناه مثل خمیر مایه هست که میتونه تمام خمیر رو تخمیر کنه و به کلیسا میگه که شما اون نانی هستید که وجود یک گناه، وجود یک گناهکاری که حاضر نیست توبه کنه و حالا فخر هم میکنه. باعث میشه که این گناه، این فلسفه غلط یونانی در کلیسا ترویج پیدا کنه و اون جشن و اون شادی و اون خصوصیت و پاکی کلیسا رو به هم بریزه. برای همین هست که پولس رسول میگه اون چیزی که باعث تخمیر میشه اون چیزی که باعث خراب شدن این نان و این شادی در مسیح هست رو بیرون کنید و بدون گناه زندگی کنید پس اینجا منظور از پولس رسول این گناه همون اشاره به تخمیر هست اما کلیسا چه هست؟ اون جشن کلیسا چه هست؟ کلیسا جای حضور خداوند هست کلیسا ملکوت خداوند هست اما دنیا ملکوت و جای حکمروانی و جای تسلط شیطان هست پولس رسول و حتی خود خداوند ما عیسی مسیح اشاره کردند که شیطان شیطان در این دنیا داره حکم روایی میکنه در دنیای بی ایمان شیطان معرکه گیری کرده در همین دنیای آشفته در همین دنیایی که شیطان تمام قدرت و تمام ثروت و تمام روابط ها رو در کنترل داره می بینیم که یک ملکوت خداوند کلیسا بر روی زمین پاک باید نگاه داشته بشه وقتی که شیطان عیسی مسیح رو تجربه می کرد به او تمام جلال دنیا را نشان داد و گفت اگر مرا سجده کنی همه را به تو خواهم داد شیطان مالک این جلال دنیوی مالک این اصول و روابط و این اهرم های کنترل و قدرت در جهان هست پس دنیا محل قلمرو و حکمرانی شیطان هست وقتی که پولس رسول در اینجا میفرماید که چنین شخص رو به شیطان بسپارید منظور این است که این شخص رو از کلیسا از قلمرو حضور روح القدس از قلمرو حضور خداوند از قلمرو یک محل پاک یک جایی که در او خمیرمایه نیست این رو بسپارید به جایی که قلم شیطان هست پس سپرده شدن به شیطان این نیست که اون رو به دست های شیطان کلیسا بده و جان او رو بگیره کار کلیسا کار حلاک کردن نیست کار کلیسا دادن مردم به دست شیطان نیست کار ما کار دادن مردم به دست خداست برای همین هست منظور از شیطان در اینجا قلم شیطان هست و منظور از سپردن به شیطان منظور این هستش که این شخص رو از قلم رو خدا بیرون کنید، از کلیسا اخراج کنید که این باعث یک چیز خواهد شد جسم او خراب خواهد شد، ممکنه کسی بگه در این قسمت اشاره شد به اینکه بدن او، جسم او هلاک بشه که روح او زنده بمانه اما چطور میشه که جسم حلاک بشه بله صحبت از هلاکت جسم هست اما اجازه بدید از رساله به کولسیان برای شما قرائت کنم که چطور میشه جسم رو کشت ولی کماکان زنده بود و در آنجا اشاره به زندگی پاک دارد پولس رسول در رساله به کولسیان باب سوم باب سوم از آیات یک تا سه خدمت شما قرائت خواهم کرد پس چون با مسیح برخیزانیده شدید را که در بالاست بطلبید در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته در آنجا بالاست تفکر کنید نه در آنچه بر زمین است زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است مسیح که زندگی ماست ظاهر شود آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید زنا ناپاکی هوا و هوس شهوت قبیح و طمع که بت است پس وقتی که پولس رسول میفرماید که بدن این شخص کشته بشه منظور اعضای گناهالود این شخص کشته بشه منظور این استش که اون رو به شیطان بسپارید اون رو از قلم رو به کلیسا خارج کنید که این شخص بیدار بشه و اعضای خودش منظور اون زنا که در کولسیان اشاره میکنه زنا رو بکشه گناه رو بکشه و وقتی که توبه کرد دوباره بیاد و جان او برای خداوند زنده بمانه عزیزان متوجه مطالعه کتاب مقدس باشیم دقت کنیم دعا کنیم در پاکی باشیم اگر در گناه هستیم ماتم بگیریم و اون انضباط کلیسایی رو درست به کار ببریم و در نام عیسی مسیح اصول کلام خدا رو برای ترویج اون پاکی در کلیسا به کار ببریم با تشکر از توجه شما شما رو به خداوند بزرگ میسپارم به شیطان نمیسپاریم شما رو به خداوند میسپاریم تا فرصت دیگه که در خدمت شما باشیم خدا با شما